جنگنده های نسل پنجم آمریکا در راه امارات متحده عربی آمریکا علاوه بر این وعده داده که یک ناف شکن مجهز به موشک هدایت شونده به ساحل امارات اعزام کند گامی در هنگامه بالا گرفتن حملات حوسی ها و در راستای پشتیبانی نظامی از متحدش در منطقه این خبر حاصل گفتگوی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با ولیعهد ابوظبی است در خلاصه ای که پنتاگون از محتوای این گفتگو منتشر کرده آمده وزیر دفاع مجموعی از اقدامات پنتاگون در حمایت از امارات متحده عربی را بررسی کرده است این اقدامات شامل ادامه هشدارهای اطلاعاتی به موقع همکاری در دفاع هوایی و فرستادن ناوچکن یو اس اس کل مجهز به موشکهای هدایت شونده برای همیاری با نیروی دریایی امارات متحده عربی پیش از توقف در ابوظبی است حسیها در دو هفته گذشته سه بار به امارات حمله موشکی و پهبادی کردند. تکرار حملاتی که از نگاه عربستان، اسرائیل و امارات بدون پشتیبانی ایران ممکن نیست. ایران آشکارا از شورشیان شیعه مذهب یمن پشتیبانی می کند، اما تأمین موشک بالستیک و پهپاد برای آنها را تکذیب کرده. حکومت ایران از آغاز جنگ حوسی با ارتش اعتلاف عرب در یمن در مزان اتهام جنگ نیابتی در منطقه بوده. مسیری خلاف آنچه که در سالهای اخیر اسرائیل با کشورهای عرب پیموده. تازه ترین نمونهش سفر امروز وزیر دفاع اسرائیل به بحرین برای امضای تفاهم نامه ای در ادامه مسیر عادی روابط دو کشور، این هم کنفرانس سالانه مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تلاویو نسل جدید پدافند هوایی ما را قادر می سازد تا به دوستانمان در منطقه که در معرض تهدیدهای ایران و همپیمانان ایران هستند کمک کنیم. اشاره نخست وزیر اسرائیل به این سامانه رهگیری لیزری است که تا یک سال آینده راه اندازی می شود. سیستمی که استفاده از پدافند پرهزینه گنبد آهنین را کاهش می دهد. رهگیری بی صدا و نامرئی خنپاره، موشک ضد تانک، راکت های قسام و پهپادها. در چنین شرایطی با افزایش حملات حوسی ها به بیرون از مرزهای یمن، ساخت موشکها و پهپادهای جنگی در ایران باز در مرکز توجه است. فعالیتی که در کنار پرونده هسته ای ایران از نگاه جامعه جهانی دور نیست. علی خردپیر، بی بی سی.